بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. دوستای عزیز، مبحث جدید ما انتقالات بلند مدت سرمایه است که عنصر چهارمی تعیین نرخ تبادله است و این چگونه نرخ تبادله را تعیین میکنه، چی اثر بالای نرخ تبادله داره. امروز در رابطه با این میگم تا حال از عناصر تعیین کننده نرخ تبادله تجارت خارجی را خواندیم، تغییرات نرخ ربح را خواندیم و تغییرات قیمت ها که چگونه قیمت ها باعث ازی میشه که عرضه و تقاضای ارزها یا اسعار شکل بگیره و عرضه و تقاضای اسعار چگونه اثر بگذاره بالای چی؟ بالای نرخ تبادله. حالا عنصر چهارمش چی است؟ انتقالات بلند مدت سرمایه که چی است؟ سرمایه به صورت بلند مدت از یک کشور چی شوه؟ به کشور دیگه انتقال پیدا میکنه و این چی گونه اثر میگذاره بالای میزان عرضه و تقاضا. حالا ما و شما میبینیم که چی است؟ از جمله انتقالات بلند مدت میتوان سرمایه‌گذاری های مستقیم را نام برد که سرمایه‌گذاری های مستقیم از یک کشور چی شوه به کشور دیگه صورت بگیره. این سرمایه‌گذاری ها از همه بیشتر تابع عواید قابل حصول از آنها می باشد. اینمی سرمایه‌گذاری های مستقیم به صورت بلند مدت از یک کشور بر کشور دیگه تابع چی است؟ تابع عواید قابل حصول است. هر قدر عواید قابل حصول افزایش پیدا بکنه، انتقالات سرمایه در بلند مدت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یا سرمایه‌گذاری های مستقیم که یک نوعی از انتقالات بلند مدت است، چی است؟ افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون تابع عواید قابل حصول استن. عواید قابل حصول باعث ازی میشه که تغییرات در عواید قابل حصول باعث ازی میشه که انتقالات سرمایه گذاری در بلند مدت چی شوه؟ تغییر پیدا بکنه. بنابراین تفاوت در عواید حاصله از سرمایه گذاری ها در بین کشورها میتواند باعث تغییر در انتقالات بلند مدت سرمایه گذاری گردد. عواید بلندتر سرمایه در خارج منجر به افزایش تقاضا به سعر خارجی گردیده و نرخ تبادله را به نفع پول خارجی یا امو افزایش ارزش پول خارجی است که چی میکنه؟ تغییر میدهد. در حالی که عواید بلند سرمایه در داخل باعث کاهش ارزش پول خارجی میگردد که رابطه برعکسش نشان میده. سعی کنند چون سرمایه گذاری های مستقیم یا انتقالات بلند مدت سرمایه گذاری تابع عواید قابل حصول است. در هر جایی که عواید سرمایه گذاری بیشتر شود، سرمایه گذاران تشویق میشن که در اونجا چی بکنن؟ سرمایه گذاری بکنن. مثلا شما اگر 100,000 افغانی دارین، 100,000 افغانی شما در افغانستان بازدهیش باشه یا عواید قابل حصولش باشد در یک سال 10,000 افغانی چقدر است؟ 10% است. اگر در ایران باشه یا کشور دیگه ای باشه، در چین باشه، تابع عواید قابل حصولش بیشتر باشه 15%، شما از 100,000 افغانی تان که سرمایه گذاری بکنین چقدر مفاد به دست میارین؟ 15,000 یا 15% عواید به دست میارین. یعنی در یک دوره زمانی معین 100,000 شما تبدیل میشه به چی؟ 115,000 افغانی. در حالی که در کشور ما شما چقدر تبدیل میشه؟ به 110,000 افغانی. بنابراین سرمایه گذاران تشویق میشن که سرمایه گذاری های خود را انتقال بدن به جایی که عواید قابل حصولش چی است؟ بیشتر است. وقتی که انتقال میتن سرمایه را از اینجا به جای دیگر، شما 100,000 افغانی تان را از کشور خارج بکنین به جای دیگر ببرین، به این معنا است که تقاضا برای ارز بیرونی افزایش پیدا میکنه. چرا؟ شما در هر کشور که سرمایه گذاری بکنین مکلف هستین که با پول ملی از همون کشور چی بکنین؟ سرمایه گذاری بکنین. شما با واحد پول افغانی نمیتونین در چین چی کنین؟ سرمایه گذاری بکنین. بنابراین شما با 100,000 افغانی تان میرین چی میکنین؟ در بازار اسعار ایره تبدیل میکنین به یوان چین و یوان چین را میبرین در کشور چین چی میکنین؟ سرمایه گذاری میکنین. پس چی شد؟ تقاضا برای یوان یا برای ارز بیرونی افزایش پیدا کرد.
تقاضا برای عرض بیرونی که افزایش پیدا میکنه، باز هم برتون میگیم به چی معناست؟ با معنای ازی است که ارزش عرض بیرونی زیاد میشه یا نرخ تبادلش زیاد میشه، در مقابل چی میشه؟ پول داخلی ما و شما ارزش خود را از دست میده، یا نرخ تبادله پول داخلی ما و شما کاهش پیدا میکنه. یا برعکسش در نظر میگیریم، اگر عواید قابل حصول در کشور ما و شما زیاد باشه، افراد بیرونی یا افراد خارجی تشویق میشن که در کشور ما و شما چی کنن؟ سرمایه گذاری بکنن. وقتی که در کشور ما و شما سرمایه گذاری بکنن چی هست؟ یا مکلف هستن که با واحد پول افغانی سرمایه گذاری بکنن. وقتی که با واحد پول افغانی سرمایه گذاری بکنن میاین چی میکنن؟ $1,000 از کشور بیرونی میاین در کشور ما و شما سرمایه گذاری میشه، به این معنی است که عرضه دلار زیاد شد. وقتی که در بازار اسعار میاین، چون مکلف هستن با پول داخلی یا پول ملی ما و شما که پول افغانی است سرمایه گذاری بکنن، دلار در دست داشته خود را تبدیل میکنن به افغانی، تقاضا برای پول افغانی ما و شما چی میشه؟ زیاد میشه. تقاضا که برای پول افغانی ما و شما زیاد شد، نرخ تبادله ما و شما افزایش پیدا میکنه. افزایش نرخ تبادله پول داخلی ما و شما به معنای چی است؟ به معنای افزایش ارزش پول داخلی یا همی پول افغانی است. پس انتقالات بلند مدت سرمایه گذاری در نرخ تبادله چگونه اثر میگذاره؟ چون سرمایه گذاری های مستقیم یک نوع از انتقالات بلند مدت سرمایه هست، بنابراین سرمایه گذاری های مستقیم چی است؟ تابع عواید قابل حصول است. وقتی که عواید قابل حصول در هر کشور بیشتر باشه، سرمایه گذارها تشویق میشن در اون کشور چی کنن؟ سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نفع از کشور هست، هم از لحاظ اقتصادیش که سرمایه گذاری تولیدات از کشور افزایش میده، و هم از لحاظی که نرخ تبادلش را تغییر میده. حالا نرخ تبادله را چون مبحث ما و شماست، عنصر تعیین کننده هست، بالای ازی بحث میکنیم و فوکس ما بیشتر بالای ازی است. و به این شکل چی میشه؟ اثر میگذاره بالای عرضه و تقاضای ارزها، و عرضه و تقاضای ارزها اثر میگذاره بالای چی؟ نرخ تبادله. این بود از مباحثی که انتقالات بلند مدت سرمایه چی اثر بالای چی داره؟ بالای عرضه و تقاضای ارز داره، و عرضه و تقاضای ارز چی اثر بالای نرخ تبادله داره. مبحث بعدی یا عنصر بعدی که تعیین کننده نرخ تبادله است چی است؟ مداخلات در بازار اسعار است. مداخلاتی که در بازار اسعار صورت میگیره چگونه میایه اثر میگذاره بر عرضه و تقاضای ارز، و عرضه و تقاضای ارز چگونه اثر میگذاره بر چی؟ بر نرخ تبادله اسعار یا نرخ تبادله ارزها. بانک های مرکزی میتوانند اسعار را مقابل پول داخلی بخرند و یا به فروش برسانند تا نرخ تبادله یک سهر یا یک ارز را هدفمندانه تحت تأثیر قرار دهند. بانک مرکزی می تواند توسط فروش اسعار خارجی ارزش پول ملی را استقرار بخشد، و یا با تقاضای شدید اسعار خارجی نرخ ارز خارجی را چی کنه؟ بلند ببرد. سیل کنین، بانک های مرکزی عین کار را میکنه. اگر بخواید که نرخ تبادله یک ارز را افزایش پیدا بکنه، او ارز را از بازار خریداری میکنه. وقتی که او ارز را از بازار خریداری کرد، تقاضا برای از او ارز چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. وقتی که تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرد، نرخ تبادله همان ارزی که مورد نظر است چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. و افزایش از او به معنای است که سایر پول ها ارزش خود را از دست میدن. مثلا در افغانستان بانک را شما ببینید، سیاست های پولیش را هفته یک بار دلار را لیلام میکنه. یعنی چی است؟ مستقیما مداخله میکنه در بازارهای ارزی افغانستان. صحیح است؟ وقتی که دلار را لیلام میکنه، لیلام دلار به معنای است که دلار را به فروش میرسونه. در مقابل چی را خریداری میکنه؟ پول افغانی را خریداری میکنه. به این معناست که تقاضا برای پول افغانی را افزایش پیدا میده، و عرضه ارز را چی میکنه؟ همچنان افزایش میده. تقاضا برای پول داخلی که زیاد میشه، ارزش پول داخلی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. عرضه ارز که دلار از زیاد میشه چون لیلام میکنن، ارزش ارز را چی میکنه؟ کاهش میده. اگر این کار را نکنه،
نرخ تبادله روز به روز به ضرر ما و شما تمام میشه که یک سیاست نسبتاً معقول را در افغانستان بانک یا بانک مرکزی ما و شما در پیش میگیره. نمونه ای از چی است؟ مداخله در بازار اسعار توسط بانک مرکزی را ما و شما همیشه شاید هستیم. هفتوار یک نرخ که ثبات را تعیین میکند تقریبا چندین وقت بلند مدت میشد، نزدیک به یک سال، که نوسان نرخ برابری دلار در مقابل افغانی یک دلار برابر است با 76 الا 78. از این ریت، از این سایکل چی شده؟ دیگه تغییر نیافته که فعلا هست 77 اشاریه چند پول، که یعنی بالاتر از 77 است. اگر این لیلام ها را انجام نده چی است؟ این نرخ تبادله به ضرر ما و شما بیشتر میشه. تقاضا برای دلار زیاد است و وقتی که تقاضا برای دلار زیاد است، نرخ تبادله دلار افزایش پیدا میکنه و در مقابل ارزش پول داخلی ما و شما چی است؟ کاهش پیدا میکنه. بنابراین یک نمونه مداخله بانک مرکزی او هست. در کل گفته میتونیم که مداخلات در بازار اسعار توسط بانک های مرکزی یا سایر بانک های تجارتی یا سیاست هایی که در بخش پولی یا سیاست های پولی را که دولت ها در نظر می گیرند، از طریقه های مختلف مداخله می کنند. و چه قسم مداخله می کنند؟ که اگر بخواهند ارزش یک ارز را افزایش بدن، او ارز را از بازار خریداری می کنند. خریداری ارز از بازار به معنای عزیز که عرضه او ارز را کاهش میتن در مقابل تقاضایش را افزایش میتن. افزایش تقاضا گفتیم که رابطه بین نرخ ارز و تقاضای ارز یک رابطه مستقیم است. به میزانی که تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه، ارزش از او ارز چی است؟ افزایش پیدا میکنه. در مقابل هر قدر عرضه یک ارز افزایش پیدا بکنه، ارزش ارز چی است؟ کاهش پیدا میکنه. یعنی رابطهشان برعکس است، رابطه معکوس دارن، یک رابطه منفی بین ازی است. بنابراین بانک های مرکزی مداخله میکنن اگر بخواهند یک ارز را ارزشش را افزایش بدن، او را خریداری میکنن. اگر بخواهند یک ارز را ارزشش را کاهش بدن، او را چی میکنن؟ به صورت لیلام یا به فروش میرسانن. در بدل چه است؟ پول های داخلی را از بازار جمع آوری میکنن که تقاضا بر پول های داخلی زیاد شود و نرخ تبادله پول های داخلی افزایش پیدا بکنه. افزایش در نرخ تبادله پول های داخلی با معنای چی است؟ با معنای ازی است که ارزش پول داخلی ما و شما زیاد شده و این اثر داره بالای چی؟ سایر ملفه های اقتصادی. پس بنابراین عرضه و تقاضای ارز از مداخلات در بازار اسعار توسط بانک های مرکزی و سایر بانک ها چنین صورت میگیره که اگر بخواهن ارزش یک ارز را کاهش یا افزایش بدن، او ارز را یا خرید و فروش میکنن. خریدش به معنای چی است؟ افزایش در تقاضا. و فروشش به معنای چی است؟ به معنای افزایش در عرضه همان ارز. پنجمین عنصری که در تعیین نرخ تبادله نقش خود را بازی میکرد، مداخلات در بازار اسعار بود که خواندن. تشکر از توجهتان دوستان عزیز. موفق و معید باشید.